آقای احمدی نژاد هم دیروز سخنرانی داشت، گفتن ما با اقتدار بیشتری وارد مدیریت جهانی میشیم، 40 میلیون رأی رو مستند خودشون، تکیگاه خودشون قرار دادن. به هر حال طبق گفته خود دولت حداقل همون 13 میلیون، آیا اونها رو میشه جزء حامیان دولت آقای احمدی نژاد گذاشت؟ جزء بله آقای احمد نژاد و خدا از جنبش مردم نگیرش، برای اینکه ایشون حرفای کمدی زیاد میزنه و اسباب جوک و خنده میشه. من شنیدم هم که اون تیم مدیریت کودتا ایشونو محدود کرده زیاد حرف نزنه، برای اینکه سوژه دست مردم میده. پس همین هم نطقشون نوشته بودن خیلی کوتاه و نکاتی رو که فکر میکردن خوبه ایشون بگه نوشته بودن. جالب هم هست که مردم با شدت خیلی زیادتری از چند نقطه حداقل تهران که من خبر دارم در مدت نطقشون الله اکبر میگفتن و وسایل پرمصرف برقی رو مثل اتو و اینا رو هم به برق زدن که وزارت نیرو ناچار شد به دلیل لرزان شدن شبکه چند جا خاموشی در نقاطی از تهران بده که بتونه جبران کنه. من که مردم قرار گذاشتن هر وقت آقای خامنه‌ای آقای احمد نژاد به این اعتراف شعار پخش میشه وسایل پرمصرفشون رو بزنن به برق تا به اصطلاح بار شبکه بره بالا و ناچار بشن مقابله کنن و این آقایون نتونن راحت از شبکه انحصاریشون استفاده کنن. به نظر من نطق آقای احمد نژاد و نطق آقای خامنه‌ای هر دو رو که شما بگذارید آنالیزش بکنید، تجزیه تحلیلش بکنید، یک چیز رو خیلی روشن و چالنگی نشون میده و اون این است که آقایون عقب نشینی کرد. یعنی به نظر من این تعطیلی دو روزه به بهانه هوا و اینها که البته هوا خرابم بود ولی در کرمانشاه هوا خرابتر از تهران بود، این تعطیلی از ترس اینکه اعتصاب مساویس با اعتکاف مردم نیرو میگیرن و میان میکنن کاملا نشون داد رفتن عقب. محتوای صحبت آقای احمد نژادم، حالا اون حرفایی که ایشون نمیدونم مدیریت دنیا رو میکنیم و اینا، اینا از همونایی است که اسباب جوک تو اینترنت حتما دیدین دیگه، ده ها شوخی های با مزه مردم روش میکنن. اونا که به کنار در رفته، حرف ایشون و حرف آقای خامنه ای تاکتیک جدید آقایون نشون بده. میخوام بگن این دعوا آره خانوادگیه، متأ خانوادگی که آقای بهزاد نبوی و سعید عجاریان و تاجزاده و امین زاده و عرب سرخی همین بچه‌ها تو زندان و 700 نفر تا الان که قطعی شناخته شده، خود رئیس پلیس میگه 1000 تا ولی برآورد تا بیش از 2000 نفر رو گرفتن شکنجه و کتک تو خیابون مردم رو بکشن ضرب و شتم و فضای پلیسی، این من نمیدونم چه جور خانواده است و اونم وقت خانواده ای که ایرانی ها همه ماها وایسادیم قلم پای خارجی رو خورد میکنن اگر بخواد در مسائل ایران دخالت کنه. دعوا با کودتاچیا انحصارا در وظیفه مردم ایران دارن هم میکنن، اما از دنیا هم البته متوقع هستند ایرانی ها که از حرکت آرام و صلح‌آمیز مردم ایران پشتیبانی کنند و دولت کودتاچی رو به رسمیت نشناسه، آنچنان که امروز آقای مخملباف تو پارلمان اروپا هم به این خیلی تاکید کرد و خیلی هم جو خوبی بوده من دنبال میکردم. ولی روسا هم حق ندارن در ایران دخالت کنن، موضوعی که این دعوا خانوادگیه. پر روسا چی کار میکنن در کشور ما؟ چی کار میکنن؟ روسا کودتا میکنن. روسا، حالا من تو بحث مذاکرات آقای اوباما و آقای مدودوف این رو عرض خواهم کرد به نقل از مفسرین روسشناس درجه اول که روسا چه لیست بلند بالایی بابت ایرانی که توش کودتا کردن جلوی امریکایی‌ها گذاشتن و طلب دارن میکنن. بنابراین این دعوا خانوادگی به معنی این که ایرانی‌ها حق خودشون رو میخوان بگیرن از یه سری قاصب کودتاچی و نه در داخل ایران، در سراسر دنیا. بچه‌ای که الان یک هفته از رو پله‌های پارلمان سوئد نشسته زیر بارون و سرما و گرما، یا توی انگلیس کنار خیابون روبروی امنستی اینترنشنال نشسته، یا در سراسر، یا توی بروکسل، یا توی امریکا، توی لس آنجلس 40,000 نفر اومدن، شب و روز ندارن، همین واشنگتن دوباره شنبه میخوان جمع شن، هر روز آروم قرن، اینا هم جزء خانواده ایرانیان. این به اصطلاح فرافکنی که آقای خامنه‌ای میخواد بکنه، خارج نمیدونم میخواد بگه که خارج جداست، ما داخل میزنیم مردم رو میکشیم، بچه های ایرانی در سراسر دنیا جزء خانواده، همه یک پارچه یک دست داخل خارج وایستادن و دارن به کودتاچی ها میگن آقا قلم پای خارجی خورد میشه، از جمله روسا.
بنابراین بی زحمت دست کودتاچی باید بیاد پایین و رئیس جمهور منتخب مردم باید بره بالا. به نظر من نکته اساسی این است که واقعا تجزیه تحلیل من میکنم میبینم که اینها عقب نشینی کردن و فکر میکنن با این که بگن حالا 13 میلیون میگن که بله رأی دادن، حالا بازم دروغ در واقع، بالاخره همین حرف شما میگین حداقل نیست که بگن آقا اینا هم جزء ملتن، بله اینا هم بچه های خودمون هستن، اینا اینها فایده ای نداره. آقای چالنگی مسئله اساسی این است که تا حق ملت رو ندن فایده نداره، به خصوص این که من میبینم که مشکل که آقای خامنه ای دوچار شده و حالا آقای احمد نژاد که بازیچه این کودتاست این است که به شدت مشکل پیدا کردن با بچه های سپاه و بسیج که نمیتونن دائما اینا رو بیارن و بخوان که مردم بکشن، به خصوص این که مردم اینا رو کاملا دربر گرفتن و بغل کردن.